بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. موضوع صحبتی که خدمت شما برادران و سروران ارجمند دارم، تأثیر عنصر مظلومیت در حرکت امام حسین علیه السلام و نقش این عنصر در حادثه کربلا و در جاودانگی این حادثه و بقا این حادثه است. یکی از سوالهایی که مطرح هست این است که چرا حادثه کربلا جاودانه شد؟ جزء حوادثی است که این هیچگاه به فراموشی سپرده نمیشه و بلکه هر سال اونطوری که داریم ملاحظه میکنیم گرایش مردم به این حادثه و توجه مردم به این حادثه بیشتر میشه. چرا این روایت هست که ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا؟ این منشأش چیه؟ یکی از علتهای بسیار بسیار مهم این عنوان مظلومیته. یه عنوانی که زیاد ما به گوشمون خورده، زیاد مطرح می کنیم، اما توقف و درنگی برای بررسی این عنصر نکردیم یا کمتر شده. حالا این مقداری که من اطلاع دارم کمتر توقف شده و درنگ شده که مظلومیت امام حسین علیه السلام در چی بود. آیا سایر ائمه معصومین علیهم السلام یا خود امیرالمومنین علیه السلام که در رأس ائمه است مظلوم نبود؟ اون تعبیری که از امیرالمؤمنین به همه ما رسیده که حضرت فرمود به اندازه ریگ‌های بیابان به من ظلم شده، نسبت به سایر ائمه هم همینطور، ولی معلوم میشه که این مظلومیت امام حسین علیه السلام باز با مظلومیت سایر ائمه معصومین خیلی تفاوت داره. لذا باید ما تأمل بکنیم، این رو یه مقداری بررسی بکنیم و ازش درس ها بگیریم، که البته این یه بحثی نیست که حالا با نیم ساعت من بتونم حتی اجمالی از او رو ذکر بکنم. بحث عمیق، گسترده و آثار خیلی فراوانی داره. مقدمتا این رو عرض بکنم
برخوردی که دین با ظلم داره چیه. خب ما دین اسلام که میگیم یک دین جامعیه، یک دین کاملیه، چه برخوردی با ظلم و ظالم و مظلوم داره؟ خود این یه بحث خیلی مفصلیه. ما در بحث‌های کلامی، در بحث‌های فلسفی یه چیزی به عنوان یک اصل مسلمی وجود داره و اون قبح ظلمه. همه قبول دارن الا اشاعره، اما امامیه و معتزله قبول دارن که عقل میگه ظلم بده، ظلم قبیحه. اما وقتی میایم سراغ دین، میبینیم دین خیلی گسترده تر از عقل، خیلی وسیع تر از عقل. اصلا تمام عقول بشر رو جمع بکنن به اون حدت و شدتی که دین راجع به قبح ظلم و حرمت ظلم به میدان آمده نمیتونن درک بکنن. همینجا ارزش دین خیلی روشن میشه. اونایی که میگن ما عقل داریم دیگه، نه نیازی به دین داریم نه نیازی به کتاب داریم، آیا عقل بشر این نکاتی که حالا من به بعضی از اونها اشاره میکنم در مورد ظلم میتونه اصلا درک بکنه اینها رو یا نه؟ به قرآن که مراجعه میکنیم، قرآن یه آثار دنیوی برای ظلم ذکر کرده، یه آثار اخروی. آیاتی داریم، اقوام و گروه‌هایی رو که قرآن می‌فرماید، خدای تبارک و تعالی می‌فرماید ما اینها رو هلاک کردیم، نمیگه که اینها مثلا قبول نکردن حرف نبی ما رو، انکار کردن حرف نبی ما رو، احکام ما رو عملا اجرا نکردن. می‌فرماید اینا ظلم کردن. فکأین من قریتن اهلکناها و هی ظالمتون، قرایی که ما اینها رو نابود کردیم چون اینها ظلم کردن. خب این معناش این است که ظلم از آثارش عقاب در دنیاست، عذاب دنیویه. و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون هل یهلک الا القوم الظالمون. اصلا قرآن هلاکت رو، منشأ اصلیش رو ظلم قرار میده. حالا من نمیخوام باز وارد جزئیات این بحث ها بشم که جزئیاتش خیلی فراوانه، در مسائل شخصی حتی ریشه هلاکت یک انسان، ریشه نابودی یک انسان در زندگی باز برمیگرده به ظلمی که این انسان بر خودش میکنه. باز در یه آیه میفرماد فأخذت هم الصیحه بالحق فجعلناهم قفاء فبعدا للقوم الظالمین. فأخذهم الطوفان، طوفان رو ما فرستادیم و هم ظالمون. یه آثار اخروی هم برای ذکر میکنه قرآن، میفرماید که فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. ظالم منتظر عذاب دردناک روز قیامت باشه. حالا خیلی ها ظلم کردن،
شاید هم به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، ولی اینا یه عذاب علیمی منتظر این هاست. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم سوء الدار. از کسانی که مورد شفاعت در روز قیامت قرار نمیگیرن ظالمه، ظالم مورد شفاعت قرار نمیگیره. این لا ینفع معذرتهم یعنی هرچی هم عذر بیارن در پیشگاه خدا مورد قبول قرار نمیگیره. این قرآن کریم، حالا عرض کردم دارم خیلی اجمال در اجمال به قول خود ما طلبه ها بحث رو دنبال میکنم. خود همین آثار دنیوی و آثار اخروی ظلم بحث خیلی فراوانی داره. خب عقل کجا میتونه اینا رو بفهمه؟ عقل چه ارتباطی بین طوفان و ظلم میتونه درک بکنه؟ بین عذاب الهی و ظلم یک جامعه عقل چه مقدار میتونه درک بکنه؟ اینا رو درک نمیکنه. عقل تا همین اندازه که میفهمه این کار بدیه، اما قرآن اینها رو بیان کرده. میایم سراغ روایات. خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب این روایت فرمود اتقوا الظلم، به همه خطاب میکنه، میفرماید از ظلم بپرهیزید، کاری که مصداق ظلم نکنید. فانه ظلمات یوم القیامه، همین ظلمی که انسان تو دنیا میکنه تجسمش ظلمات در روز قیامته. حالا ظلم به نفس، ظلم انسان به خودش، ظلم به خانواده، ظلم به جامعه، ظلم به دین، ظلم به نظام، همه اینا رو شامل میشه. هر ظلمی ظلماته، تجسم هر ظلمی در قیامت ظلماته. خب ظلمات یعنی چی در قیامت؟ خب قیامت که روزیست که اصلا به حسب طبیعتش ظلمات برای افراد، ولی این یک ظلمات مضاعفه دیگه، دستش از همه جا کوتاه میشه، کسی رو نمیتونه فریاد رسی کنه و به صدا کنه. خب حالا ببینید، آرام آرام میخوام این روایات رو خوب دقت کنید، آیات رو هم رو که ملاحظه فرمودید، تا میرسیم به این روایت. امیرالمومنین فرمود سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، من اخذ شیئا من اموال اهل الذمه ظلما، اگر کسی مسلمانی از اموال مسیحی که در ذمه مسلمینه، اگر از مال اونها یه چیزی رو ظلمن برداره، حالا کافر حربی بر حسب فتوای فقها مالش مباهه، کافر حربی، اما کافر ذمی مالش محترمه. ببینید اسلام فقط مال مسلمان رو محترم نمیدانه، مال کافر ذمی هم محترمه. حالا اگر یک کسی ظلمن و قصبن و عدوانن یه مالی از اهل ذمه برداره، ببینید رسول خدا چی فرموده. میفرماد فقط خان الله و رسوله و جمیع المؤمنین، این به سه گروه خیانت کرده، به خدا خیانت کرده، به رسول خدا خیانت کرده، به همه مؤمنین خیانت کرده. یه ظلم، اونم نسبت به یک کافر ذمی، بره فرض کنید یه مالی از او، یه فرشی از کافر ذمی رو
بدزده، بگه حالا این مثلا نعوذ بالله مسیحیه، این اثرش اینه.